خب اومدی ماینکرافت مپ دار، مپ داره یعنی این شکلیه که یه راحت میتونه خونه زندگی تو پیدا کنی، میگه نیازی نیست یعنی دیگه گم نمیشی توی ماینکرافت. وای خونم گم شد، وای چلان شد، فلان شد، عشق خونه تو پیدا میکنی و روزدارم به راحتی میتونی پیدا کنی. الان فکر کنم این دکمه رو بزنم مپ باز بشه. یه دیگه اوه نکن الان مپ و همین انقدر لود شده، بیشتر بریم اینو همه پر میشه، انقدر مپش هم گونده تازه میتونی بعدا درستش کنی خودتو. الان مثلا ویلیج مثلا کجا شو، ویلیج نزدیک تو نشونت میده. این چی شد؟ بله روستا این طرف متاسفانه نیست. مثلا مابایی که اینجا هست رو نشونت میده، مثلا مابا را روشن میکنی این صفحه های قرمز نشوندنده ماب. خب مثلا میگیم اینجا رو، مثلا میگیم میخوایم کجا بریم، اینجا مثلا بریم. این شکلی نمیشه نه؟ نه این شکلی که نه، قشن لوکیشن میدیم. مثلا این مپ هست مثلا جی تی سان آندرس که هست، یه نقطه میذاری توی جی تی ای، مثلا جی تی سان آندرس مثال که بیشتر بوده، مثلا توی مثل جی تی ای که مثلا توی لوکیشن توی مپ یه لوکیشن مشخص میکنی، اینم هم همون شکلی لوکیشن رو میبره به تعویض میده، یعنی میگه کدوم بر برو، ولی مسیریاب نداره، ولی میگه که کدوم طرف بری که به این لوکیشن برسی. واقعا این چیز خیلی باحالیه. ولی خب میدونین چیه ماینکرافت خوبیش، یعنی خوبیه اینش، اینم مپ شبش خوبیش میدونی چیه؟ خوبیش اینه که دیگه گم نمی کنی راهو این شکلی با این مود مپ. و یه خوبی این که ماینکرافت بدون مپ هسته این که آدم دیگه تمرکز میکنه قشنگ راهشو از کدوم بر بره. این بسه مثلا مغز خیلی خوبه که بسه تقویت حافظه خیلی خوبه که واقعا مثلا مپ نداره، ولی این بسه اونایی که دیگه مثلا حال ندارن مثلا یه دفعه گم میکنه دیگه، این بسه مسیر خودم مثلا یه دفعه مپ رو گم میکنه، چرنو نرم ماینکرافت اصلا کلا راه خونم گم میکنه اگه یه جا باشه. و این بسه اونا خوبه، بسه اونایی که مثلا خیلی باهوشن یا مثلا مپ نیاز ندارم به داخل ماینکرافت معمول، ولی این مثلا من خیلی خوب مثلا یه راهو گم میکنم. واسه اونایی که مثلا چیزا خوبه، روستا مثلا میخوای پیدا کنی خیلی خوبه، مثلا این طرفا که روستا نبود، میبینم این طرفا که هیچ روستایی نبود، مثلا شو نزدم هیچ روستایی نیست که اینجا بهم نشون بده، یعنی این روستا این طرفا مثلا نیست، ولی ماب به نشون میده، مثلا میره سمت این قرمزه، این قرمزه باید ماب باشه. بله شب هم شد، حالا وقتش شب بارون گرفتنه، بذار چیزش رو صبح کنم. این آقا مثلا ماب هایی که هسته میره سمت ماب ها، برو دیگه مثلا میره سمت ماب، بهت میگه که این طرف یه مابی وجود داره. نها کن، آها کریپره، این قرمزا ماپ های دشمن هن، یعنی انمیان اون ماپ هایی که سفیدن، یعنی اونایی که سفیدن اونا معمولا گوسفند و گاو و حالا هر مابی که به دردم میخوره با منفی و مثبت کیبورد زوم میکنه. قشن چیز خیلی خوبیه، مثلا اگه یه خونه اینجا بسازیم به نظرم چیز بشه نشون بده. و کلن محیطش این شکلیه. حالا بذار مپ رو باز کنم یه دقیقه. بله این مپشه، فقط نمیدونم این شو اینا چیه، اینا مثلا لایه ها رو نشون بده، مثلا چند لایه بده نشون بده دو.
این فکر کن واسه این که بری زیر زمین ببینی چند لایه مونده تا سطح زمین. آره مثلا لایه های زمین رو نشون میده چند، مثلا ناکن ارتفاع 128 تا 143 مثلا. حالا میای سطح زمین به نشون میده، مثلا اگه زیر زمین باشه به نشون میده که کجای لایه از زمین مپی. آدم حالا زیاد به معرفی آنچنانی نداره که حالا گم نکنی، یا مثلا این محیطش هم شاید فقط یه مپ واسه تون نورده که خودتون بریم متوجه میشید، یادی نیسته که من تک تکش رو بهتون توضیح بدم. حالا اگه میخوایم بهتون توضیح میدم، یه بار دیگه واسه تون توضیح میدم که متوجه بشید. بنا کنین این الان چیزه زمین چه این شکلی شد کنه، لایهش رو اشتباه رفتم به لایه هوایی. مثلا ناکن این لایه زمینشه و اینا هم که اصلا ناکن این عکس کریپر چیز معروف ماینکرافت دیگه، خودتون میدین این عکس ماب اینجا هم نوشته، مثلا این ماب های کله گوسفند، چون که این ماب یکی دیگه مشخصه کجه. این هم که عکس گربه و اینه گربه، مثلا معنی گربه جز ماب ها حساب میشه. مثلا فکر کنه این واسه چیزه پت سن. آره مثلا گربه ها رو نشون میده، سگا رو نشون میده، این واسه اونایی که مثلا گوسفند و خوکا و گاوا و اینا. اینا اگه خواستین حالا گوسفند و اینا پیدا کنی، مثلا گربه اینا پیدا کنی، میری تو اینجا ویلیج هم که دیگه اصلا کلن چیزه مثلا این به درد بخوره واسه همه که مقایم ویلیج پیدا کنه اینو سریع میزنن یه جا مشخص پیدا میکنه. حالا شانس خوبش اینه این نزدیک ویلیج بشه که بزنه سری میره. حالا ما افتادم یه جایی که اصلا کلا ویلیج نیست که بهم نشون بده که محیطش چه شکلیه، ولی اگه یه نقطه دیدیم مپ رو بزنیم اینو خاموشش کنیم میدونی که ویلیج کجا، ویلیج کجا نیست. این چیه؟ آه این واسه حالا نقطه چینش و اینه خط کشیش و طبقه چیزه واسه نقشه کشی و این چیز میزه که اونایی که نقشه کشن و اینا میدونن که اون بده بیشتر واسه اونایی که نقشه کشن و میدونن که نمودار و خطوط چیزش چه شکلیه باشه از طریق این میتونه پیدا کنه، ولی ما اینو بزنیم راحت سری. اصلا کلا من میام تو ماینکرافت چه شکلی دیگه. آه این مودش بابا تو هم او بابا یواشته رد و بغ یه دفعه میزنم اصلا میزنم پس گلو بغ میگیرم. حالا این مودش رو عوض کنم، مودی که دوست داری چه شکلی باشه، این کلاسیک این مود چی میشه به نظرم مثلا قشنگه دیگه، مکم تغییر میکنه این سبک چیزش داره. بله میزنه پس گله اون اسکلت میشه. بله چیز ماینکرافتیش این مود سبزشه دیگه قشنگ، اینم مود قرمزشه، رنگاش عوض میشه دیگه هر با کدوم تو راحت تر. مثلا این چیز ماینکرافتیشه به شکلی راحت تر نشونش کچکتر اصلا نشون رو نشون بده بابا رو نشون بده. البته موقعی که روشن بشه یعنی نشون نمیده، موقعی که روشن نباشه یعنی نشون نمیده. خب این از چیز منوی مپش دیگه. اوه چه تاریک هم شد یا عبول فز چقدر ماب اینجا نشون میده. آقا قشن فرار میکنی از لابلای اینو فرار میکنی من دوتر بیدم تا اسکلت نشدم. اگه دوست داشتیم ویدیو رو لایک کنید، نظر خودتونم بنویسین و یادتون نره که چنل رو حتما سابسکرایب کنید. مودم لینک داخل توی توضیحات ویدیو اگه دوست داشتیم برید دانلود کنید، واقعا من که خوشم بله مرسی هم که تا اینجا تماشا کردید. بله.